Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiri Sure-i Şems. Beyan-ı Kasam ve zahiri kudreti Allah Subhanahu ve Teala ve tazkiye-i nafs ve akıbeti on. Allah Subhanahu ve Teala me fermayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'ş-şemsi ve duhaha. Kasam be aftab ve rüşnayi on. یعنی به آفتاب قسم میخوریم آنگاه که در چاشگاهش جلا کند با نور خود دنیا را رفشن گرداند و با جمال بیمانند خود حسن آشکار و تابش سحر بر همه چیز برتری جوید و قسم به ماه وقتی که پس از آفتاب آید یعنی قسم به ماهی رفشنگری که صاحب نور تابان و زیبایی بی نهایت است. آنگاه که بعد از غروب آفتاب پیدا شود و دنیا را پر از رفشنی می نماید. و قسم به روز وقتی که آفتاب را نمایان کند. یعنی قسم به روز آنگاه که آفتاب را برای کائنات جلا می سازد و آن را برای زینت دنیا ظاهر می نماید. بله، او از نظرها در حجاب است و در زیر پرده ها قرار دارد و روز آن را آشکار می سازد. و قسم به شب وقتی که آفتاب را بپوشاند. یعنی قسم به شب آنگاه که آفتاب را در حجابش قرار می دهد او را می پوشاند و با تاریکی خود از چشمها مستور و محجوب می سازد یعنی قسم به آسمان و بینای استوار و سقف بلند و منظم که در زیبایی بزرگ است و در بلندیش به کمال رسیده است و قسم به زمین و به آن ذاتی که آن را هموار کرد یعنی قسم به زمین که مانند فرش هموار شده است و گوارا است برای زندگی است چنانکه در همه اطراف آن گشته می شود و نفس و ما سواها و قسم به نفس آدمی و ذاتی که او را درست اندام نمود یعنی قسم به هر نفس بشری که الله سبحانه و تعالی آن را آفریده است برابر ساخته است صورت نیکو بخشیده است به زیباترین شکل آفریده است و با قامت نیک و لطیف برابر ساخته است سپس شناخت گناه او و پرهیزگاری او را در دلش انداخت یعنی بعد از آن راهی حق و باطل را برایش بیان داشت و راهی هدایت و گمراهی را واضح رفشن ساخته است تا عذر برطرف شود حجت قایم گردد و دلیل ها واضح باشد قد افلح من زکاها و به درستی که هر نفس را پاک ساخت رستگار شد یعنی به الله تعالی قسم رستگار کسی است که نفس را از گناهان پاک سازد آن را از عیبها پاکیزه گرداند و سعادتمند کسی است که از تقوای پروردگاری که دانای رازها است توشه بگیرد و قد خواب من دساها و به درستی که هر کی آن را به گناه پوشانید زیانکار شد یعنی یقین زیانمند کسی است که نفس را در انجام خطاها پنهان دارد در پستی ها مدفون سازد به هر معصیت دست خود را آلوده سازد
و خود را از فضای فضایل محروم گرداند. قوم سمود را به سبب سرکشی و طغیانشان پیامبر خود را دروغ پنداشتند. یعنی قوم سمود پیامبر خود صالح را دروغ پنداشتند و بعد از گناهان در آخر به کفر رسیدند، طغیان نمودند و از حق روگردان شدند. وقتی که بدبخترین آن قوم به کشتن شتر ماده برخستند، بدبختی را پیشه گرفتند، یعنی گمراهترین، بدکارترین و سرکشترین شخص آنان برخاست، زیرا او بعد از آن که از توفیق محروم شده بود بر این عمل دست زد. پس پیامبر الله به آنها گفت: شتر الله را و آبخورد او را بگذارید. رسول الله صالح علیه السلام برای آنان گفت: از ضرر رساندن به شتر حذر کنید، یا از بازداشتن او از آب خوردن دوری جوید، زیرا این شتر نشانه از نشانه های الهی است که با راستگویی من دلالت میکند و از آزار رسانی به آن خطر شما را فرا میگیرد. پس پیامبر صالح علیه السلام را دروغ شماریدند و شتر را بکشتند و پروردگارشان به سبب گناهشان عذاب را به آنها فرو آورد و آن را بر سر آنها یکسان کرد، یعنی این عذاب به همه رسید. یعنی آنها رسالت الهی را انکار کردند و شتر پروردگار را کشتند. به سبب آن به خشم و غضب پروردگار گرفتار شدند، چنانچه حیات آنها را تباه ساخت، بنیاد آنها را از زمین برکند و عذاب آنها را فرا گرفت، طوری که عذاب عام شد، عذاب به همه فرو آمد و هیچ کسی باقی نماند. و الله از عاقبت آن نمی ترسد. یعنی الله از عاقبت عذابی که به آنها مقرر داشت نمی ترسد، زیرا او تعالی توانا است، کسی بر او غلبه ندارد، قوه در برابر او مقاومت کرده نمی تواند. حکم او یگانه است و او بزرگ و یکتاست.